آنچه از حکم خدا شود به هر نکته ایام میدهد طریق بندگی به بندگان نشان شرح توزیغ مسائل است و شیوه عمل از کلام مرجعیت این سخن وقت بیان حکم هج و روز و نماز و بیع و حکم خمس آنچه مطلبش بود به بطن آیه ها نهان حکم عید شرعی و اباحه و صید و شکار جملگی به حکم مرجعیت گشت ترجمان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. سلام، روزتون بخیر. اعیاد شعبانیه رو خدمتتون تبریک میگم. این ایام ایام فرح و شادی اهل بیت و محبین و شیعیانشون هست. امیدوارم که هر کجای دنیا هستید قلبتون سرشار از محبت امیرالمومنین علیه السلام باشه و ذکر اللهم عجل ولیک الفرج بر قلب و زبانتون جاری باشه انشالله. و امیدوار هستم در این ایام که ایام شادی اهل بیت هست، شادی برگرده به دل شیعیان امیرالمومنین و به دل و زندگی همه بشریت با دفع این بلای عظیمی که الان تقریبا کل دنیا ازش صحبت میکنن. برنامه توزیع المسائل رو از کربلای معلا تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم، از استدیو بین الحرمین و در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد رجبیان هستیم. سلام علیکم آقا، خیلی خوش اومدید. علیکم السلام، در خدمت هست. خدا روزتون کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله سیما بقیت الله روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین اللهم عجل لسید عزیزنا الفرج. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت دوستان و عزیزانی که همکنون از جای جای مختلف این کره خاکی ما رو دنبال میکنن. در خدمت هست. خدمت از بنده است. همونطوری که عرض کردم خدمتتون، 2964-773-0304-314 شماره ارتباط شما عزیزان با برنامه هست. از طریق تلگرام و واتساپ میتونید پیام بدید و سوالات شرعی خودتون رو بپرسید انشاءالله و در برنامه منتظر جواب باشید. از طریق اینستاگرام میتونید بیننده برنامه باشید، از طریق فیسبوک میتونید بیننده باشید که فیسبوک هم صفحه توضیح المسائل پخش زنده رو تقدیم میکنه و هم صفحه شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. از طریق یوتیوب، توییتر و 10-12 راهی که در زیرنویس برنامه هم مشخص هست میتونید تماشا کنید به صورت پخش زنده ان شاء الله. و اما روال طبیعی برنامه که سوالات شرعی شما عزیزان هست که مقدمتاً مطلبی که دیروز برنامه باهاش ختم شد و من همونطوری که عرض کردم خدمت شما اگر فراموش نکنم در برنامه بعد از جناب استاد میپرسم، امروز جناب استاد یادآوری کردن و من هم انشالله میپرسم. صحبت به اینجا رسید که گفتن در فرازی از دعای ماه رجب این هست که ای کسی که عطا میکنی، به کسی که ازت میخواد، به کسی که ازت نمیخواد و به کسی که تو را نمیشناسه. و من پرسیدم که پس چرا بعضی ها یک سری دعا میکنن و مستجاب نمیشه؟ جناب استاد گفتن که انشالله بذاریم فردا، الان هم یادآوری کردن که بپرسیم. در خدمت هستیم جناب استاد. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوال بسیار به جایی و مبتلا به، یعنی واقعا ذهن اکثر افراد رو مشغول کرده و بعضن هم به هر دلیلی با یک جواب کوتاه از سر خودشون میخوان باز کنن که حتما مصلحت نبوده. من ببینید امروز، یعنی دیروز میخواستم عرض کنم وقت نشد.
از 100% 1% شاید به مصلحت نیست، 99% به مصلحته. میدونید؟ خب بله، وقت آخه 1% هم هست، ماها یه چیزی میخوایم طلب میکنیم که به ضرر ماست، به مصلحت ما نیست. اون 1%. 99% دیگه ربطی به صلاح دید نداره. اصلا ببینید مشیت خدای تعالی به اینه، و حتی در بهشت، در مشخصات بهشت، در آیه شریفه میفرمایند که ولکم فیها ما تشتهی انفسکم. ببینید از مشخصات بهشت مشیت خدای تعالی است. در دنیا هم همینه، خودمون خرابش کردیم یا میکنیم. خدای تعالی میخواد، ببین آیه سری قرآنه، خدای تعالی روایات زیادی که یکیش همون زیارت اون ادعیه ماه رجبه که فرمایند که خطاب به خداست که عرض شد شامل اهل بیت عصمت و طهارت هم میشه، چون صفات فعل اینها تمام و کمال دارن، فقط صفات ذاته که مخصوص خود خدای تعالی است و دیگری نداره. مشیت خدای تعالی حتی در دنیا، چون ممکنه شما بفرمایید این آیه برای، چون این آیه داره از مشخصات بهشت رو به ما میفرماید که ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، براتون در بهشت اگر که ای مردم، ای مردمی که مسلمانید، ای مردمی که شیعه اید، ای مردمی که در صراط مستقیم هستید، اگر شما عاقبتتون ختم به بهشت شد، حالا خدای تعالی در قرآن داره مشخصات، یکی از مشخصات بهشت رو میفرماید که ولکم فیها، و برای شما در اون بهشت ما تشتهی انفسکم، هر چی که اشتها کنید، هر چی که طلب کنید، درخواست کنید، میل کنید، خب بله، از هر جهتی براتون فراهمه. این مشخصات بهشته در دعای ماه رجب و ادعیه و زیارات مختلف که هم دیروز خوندیم که ای خدایی که به کسی که میاد سوال میکنه، درخواست میکنه، عطا میکنی. ای خدایی که به کسانی هم که عقلشون کمه که بیان در محضر ربوبی شما دست گدائی بلند کنند و توسل کنند، حتی به اونها هم میدی، بالاتر از اون عطا میکنی به کسانی که حتی تو رو نمیشناسن. بله. خب بعد سوال پیش میاد، من رفتم کربلا تحت قبه امام حسین در شب جمعه دعا کردم، دعا مستجاب نشد، چرا؟ دقیقاً 1% ممکنه مصلحت نبوده، 1%. 99% دیگه، از هر 99% دیگه خدای تعالی میخواد، خودش امر کرده شما دعا کنید تا من مستجاب. اصلا خدای تعالی دوست داره که بندگان به طرفش برن. بله. اونقدر دوست داره خدای تعالی که بندگان به طرفش برن که اگه دید بندگان به طرفش نمیرن، اونا رو گرفتار میکنه به شدائد، به یه کاری میکنه که بیان به طرفش. اگه یه بنده در خوشی و ناخوشی دائما فرقی نداشته باشه براش و به طرف خدای تعالی بره، به طرف اهل بیت عصمت و طهارت بره، توسلاتش رو داشته باشه، مناجاتش رو داشته باشه، خدای تعالی خیلی کمتر اون رو به شدائد مبتلا میکنه. اکثر شدائد به خاطر اینه که خدای تعالی دوست داره بندگان بیان توسل کنن، مناجات کنن، از خدا، از اولیاء خدا طلب کنن تا اونها بدند. حالا یا امام حسین واسطه بشه یا خود خدای تعالی است به واسطه، یه چون بدون واسطه هم خدای تعالی کاری نمیکنه. خب نمیریم. پس 99% قراره بدن. حالا چرا نمیدن؟ ببینید این مسائل رو ما باید درست کنیم. انجام گناه کبیره، کسی گناه کبیره انجام میده، یکی از موارد زیادی هست که باعث میشه دعا مستجاب نشه. حالا من چند موردش که بزرگتر از همه هست رو عرض میکنم، هر چند موارد دیگه هم هست، همم روایت ها، همم روایت آیه قرآن، یه روایت اینه که من میگم یا سلیقه کسی دیگه است. کسی که گناه کبیره انجام میده، خب دعاش مستجاب نمیشه، روایت داریم نمیشه، تحت قبه بره نمیشه. کسی که اصرار بر صغیره داره، گناه صغیره دائما انجام میده، گناه صغیره است، کبیره نیست، اما زیاد انجام میده، این ما روایت داریم، این دعاش مستجاب نمیشه. کسی که ظلم میکنه، آه یه نفر 10 سال پیش زده یه کاری کرده، یک بنده خدای رو داغون کرده، تا الان آه او پشت سر اینه، روایت داریم این دعاش مستجاب نمیشه. حتی اگر تحت قبه که چه عرض کنم تشرف براش حاصل بشه،
دست به دامن امام زمان خودمون مستجاب نمیشه. اینا در روایات اومده. آه یک کسی به حق، به حق، یعنی شما به ناحق اونو اذیت کردی، یعنی آه او به حقه، آه اون نسبت به این دعا کننده به حقه و این دعا کننده به ناحق ظلمی به او کرده، او الان آه کشیده، آه این پشت سر این دعا مستجاب نمیشه، ظلم کرده، آه کسی پشت سر. مال حرام، مال حرام اگر در زندگی انسان باشه دعا مستجاب نمیشه. مال حرام خمس نمیده، مال حرامه، کسی که خمس نداد مالش حرامه. آقا من میتونم یه سوال مطرح کنم؟ جسارت نمیشه خدمت شما، حالا با اینکه میخوام سوالات بینندگانم بپرسم. خب اگر اینطوری باشه که اگر 10 سال پیش یک نفر یک آهی کشیده و الان دعای من مستجاب نمیشه، یا حالا هر چیزی، میخوام این واضح بشه واقعیت برای بیننده ها که پس من میام میگم آقا من فلان کارو کردم و زدم پکوندم یک نفر رو، حالا به زبان محاوره ای، و چه کاریه برم دعا کنم دعام که مستجاب نمیشه؟ خواهم میگم که از اون طرفشم بگی چرا اینجوری بگه خب من برم اونو پیدا کنم، جبران مافات کنم، حلالیت بطلبم، بعد میام دعا کنم. چرا ما دعا رو بذاریم کنار؟ احسنت، من میخوام بگم که حالا اگر اون پیدا نشه، یعنی اونم پیدا نشه راه داره. راهش اینه که بعد به یه فقیه جامعه شرائط رجوع کنه تا راهنمایی کنه. حالا من کلیتش رو میگم. از طرف او صدقه بده، آیات قرآن بخونه، کارهای خیری بکنه، اینقدر کارهای خیری بکنه و به او هدیه اونقدری که، حالا میگم که این باید با مشورت یک عالم ربانی، یک فقیه جامعه شرائط باشه. به هر حال راه هست. ظلم کردی، دعای تو مستجاب نمیشه تا نه اینکه بری اونو پیدا کنی، حلالیت بطلبی، اگه خسارتی بهش زدی خسارتش رو جبران کنی. این آهت اگر در پشت هر کسی باشه، این دعاش مستجاب نمیشه حتی در کنار قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. این آه رو باید داره درست کنه. خب انسان به جای اینکه بیاد دعا رو بذاره کنار، خب بره اون آه رو درست کنه، بره اونو از دل اون بیرون بیاره، از الان سعی کنه دل کسی رو نشکنه. خب مال حرام، خمس نمیده، طرف اهل خمس نیست، طرف اگه زکات شامل حالش شد زکاتش رو نمیده مثلا، این گرفته، تا اینکه در کاسبیش طوریه که حالا شغل حرامیه، یه چیزی میفروشه که حرامه، مثلا کمکاری میکنه، کارمند کمکاری میکنه، ساعت دیرتر میره زودتر برمیگرده، در کار ارباب رجوع، به هر حال هر کاری که انسان بکنه، حالا یا شغلش اداریه یا شغلش آزاده یا به هر نحوی که، کوچکترین مال حرامی در زندگی بیاد. ببین اینا اگر مال حرام در زندگی ما بود و دعا مستجاب بود، این لطف خدای تعالی است که با اینکه حرام تو مالت ارفاق بهت کرده، این دفعه رو مستجاب کرده تا به خودت بیای. ولی اصل بر اینه اگه مال حرام در زندگیت بود دعات مستجاب نشه. اصل بر اینه که اگر ظلم، که خدای تعالی عادل عدالت داره، محکمه عدل الهی، همه ببینید که تا کسی دو نفر با هم دیگه درگیر میشن فوری محکمه عدل الهی رو میگه طرف، یعنی مشهوره خدای تعالی عدالت داره. اینجوری تو ظلم کردی، باید بری این ظلم رو تو درست کنی. اگر از دنیا رفته به ورثه رجوع کنی، اگر اصلا نیستش به یک فقیه جامعه شرایط رجوع کنی و جریان بگی تا او بهت بگه مثلا اینقدر مثلا از طرف او صدقه بده، این کاری برای راهنماییت کنه. ببین این گناه حالا یا کبیره یا اصرار بر صغیره. ببین و موارد دیگه، اینها تقریبا موارد خیلی بزرگتر از همه بود و این که بیشتر مبتلا به هستن. 99% هر دعایی شما کردی اصلا لازم نیست تحت قبه بیای. خدای تعالی اینقدر مهربانه که تو خونت هم دعا کنی بهت میده، هر چند دوست داره، خدای تعالی دوست داره بیای کربلا. امام صادق علیه السلام بیمار شد، همین جمله رو فرمود. امام ظاهراً امام هادی، امام جواد تردید از منه، مریض شد، همین که کسی رو فرستادن، هر دوی این امام ها کسی رو فرستادن کربلا دعا کنه براشون که مریضشون خوب بشه، و فرمودن مشیت خدای تعالی اینه که دعا رو در کربلا زودتر و بهتر مستجاب کنه. میخوام یعنی فضیلت اومد، یعنی روایاتی داریم اهل بیت عصمت و طهارت و خدای تعالی در حرم و در نزد قبر اهل بیت عصمت و طهارت نظری مضاعف، خیلی خیلی مضاعف، خیلی غیر قابل قیاس به ظاهر داره و به
استجابت دعای زائر داره تا یه شخصی که در خونه و در محل زندگیشه. این بماند، این محفوظ. اما میخوام بگم اگر این مواردی که الان من عرض کردم در زندگی کسی نبود، در خونه خودش هم دعا کنه، خدای تعالی اصلا دوست داره که تو دعا کنی، دوست داره هر روز یه ارتباطی با خالق هستی برقرار کنی. مستقیم هم نمیشه، دوست داره بگی یا صاحب الزمان، دوست داره بگی بیشتر از همه دوست داره بگی یا صاحب الزمان. چرا؟ چون امامی که رسالت داره، حی برای ماست، حضرت مهدی علیه السلامه. اما 13 وسیله دیگه هم اونها هم جوابگو هستن، امامزادگان، اولیاء خدا، علماء وارسته، اینها همه خدای تعالی دوست داره توسل کنیم، ازش بخوایم، مناجات کنیم، به ما بده. اگه نمیده، خب بله، 1% ممکنه ما یه چیزی میخوایم خودمون نمیدونیم، اگه بهمون بده برامون بد میشه. برای همه ما هم پیش اومده، گاهی بعد از یه سال دو سال میگیم خوب شد مثلا سال گذشته یا دو سال گذشته فلان چیز رو نگرفتیم، نخریدیم، یا نرفتیم، یا نکردیم، اگه میشد اینجوری بد میشد، اون موقع نمیدونستیم، الان میدونیم. 1% 1% موارد یا چیزیه که ما نمیدونیم، به صلاحمون نیست. 99% موارد یا گناهکاریم یا ظلم کسی کردیم یا مال هر، اینا رو بریم درست کنیم، بعد یقیناً کسی که این مسائل در پروندهش نباشه، از 100% 99% هر دعایی کنه مستجابه. بله، خیلی ممنون، شکرم. اتاق فرمان اگر ممکنه میان برنامه رو تقدیم کنیم به بیننده های عزیز بعد انشالله. بله، من داشتم دوربین کلین رو نگاه میکردم، معذرت خواهم. بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. در روایت دارد در قصه نزول سوره هل اتی، حضرت فاطمه، امام حسن، امام حسین، پنجمشون هم فضه خادمه، که روزه بگیرن و 3 روز روزه گرفتن. حضرت زهرا سلام الله علیها روز اول چند تا نان درست کردن برای افطار که نان با آب افطار کنن. دم افطار یک مسکین آمد، فقیری استعطا کرد، همه افطارشونو به او دادن. همین قصه که معروف هم هست. فردا دم افطار یتیمی آمد، همه نانشون را دادن. روز سوم دم افطار اسیری آمد، همه افطارشون را دادن. و این 3 روز را فقط با آب افطار فرمودن. روز بعد روایت دارد که حضرت رسول صلی الله علیه و آله تشریف آوردن و از حضرت زهرا احوال پرسی کردن. فرمودن به حضرت زهرا چطور حال شما؟ حضرت زهرا فرمودن من صداع دارم، یعنی سرم درد میکنه. در اثر شدت گرسنگی و ضعف حضرت زهرا سردرد گرفته بودن. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و دختر گرامیشون فرمودن که صبر کن. اگه حضرت زهرا یه یا الله میگفتن برای رفع سردردشون، مسلم خدا اجابت میفرمود. اگه پیغمبر خدا به جای اینکه به حضرت زهرا بفرمان صبر کن، تحمل کن این سردرد را، دعا میکردن برای شفای حضرت زهرا، مسلم خدای تبارک و تعالی اجابت می فرمود. اما نفرمودن این را، به حضرت زهرا فرمودن صبر کن. این کلمه رکن موفقیت در دنیا و سعادت آخرت. صبر، هر کسی توی دنیا در اثر تقلبات دهر یه گرفتاری هایی، یه روزی، یه روزهایی دارد و خواهد داشت. صبر رکن موفقیت. خیلی ممنونم و متشکرم. عرضم به خدمت شما عزیزان این که دوستانی که از طریق اینستاگرام و فیسبوک و یوتیوب دارن ما رو تماشا میکنن به صورت لایو، گاهن دایرکت میدن که تایم برنامه چه وقت هست. الان مدتی هست که به خاطر اینکه حرمین مقدسه
یا به طور عادی حرم امام حسین و حرم آقا ابوالفضل عباس نماز جماعت نداره، ما به همون تایم قبلی و اولیه خودمون برگشتیم، یعنی ساعت 12:30 به وقت کربلا برنامه تقدیم میشه به شما عزیزان. و هر روز هست این برنامه، هر روز غیر از روزهای جمعه. فکر میکنم به ساعت مشهد مقدس و ایران بشه هر روز ساعت 2 بعد از ظهر. درست میگم اتاق فرمان؟ من الان نمیدم، 1.5 ساعت تفاوت. 2 بعد از ظهر. علی ای حال میتونید از 2096477304 314 استفاده کنید و سوالات خودتون رو بپرسید در برنامه که تایمش تقریبا 30 ساعت هست، سوالاتتون رو بپرسید و منتظر جواب باشید. و اما سوالات شما عزیزان، با سلام و خسته نباشید، آیا تربیت و بزرگ کردن بچه هم ثوابی داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی اول که تربیت فرزند اگر مطابق با موازین شرعی و اخلاقی باشه، اگر این فرزند مفید برای جامعه شد، حالا چه از جهات مادی چه از جهات معنوی، که خب اگر مثلا این فرزند مرجع تقلید شد، عالم ربانی شد، خب اینها، یا مثلا یک دانشمندی شد، یک خدمتی کرد، الان این ویروس اومده همه دنیا دارن از ترس مرگ خلاصه میمیرن، این بیاد مثلا یک واکسنی، یک دارو، یک چیزی، خب اینا همه خدمته، اینا همه باقیات و صالحات، حالا یا در جهات مادی یا اگر خب جهات معنوی که خیلی غیر قابل قیاسه با جهات مادی برای والدین میشه و حتما ثواب داره، ثواب زیادی داره. البته میگم که اگر مطابق با موازین شرعی تربیت بشه و فرد مفیدی، حالا یا از بعد مادی یا از بعد، یعنی کل بر جامعه نشه، یک فرد بیخاصیتی نباشه، به هر حال یک شخص مفید برای جامعه باشه، حالا ممکنه برای یک خانواده مفید باشه، ممکنه برای یک عشیره مفید باشه، ممکنه برای یک محله مفید باشه، یک شهر مفید باشه، یک استان دیگه، حالا اون بسته به فایدهش، حتما ثواب داره برای پدر و مادری که سالها زحمت کشیدند و یک همچین فردی رو تربیت کردن که حالا یا برای معنویات مردم مفیده یا برای مادیات مردم مفیده. و خدای تعالی هم خیلی دوست داره افرادی که فایده، روایتی داره، افرادی که فایده میرسونن به مردم، روایت داره که خدای تعالی عمر کسانی که فایده میرسونن به مردم رو زیاد میکنه. متشکرم. سلام علیکم، اگر رکوع نماز یادمون بره چه وظیفه‌ای داریم؟ التماس دعا دارم. رکوع اگه یادشون بره، اگر تا قبل از سجده دوم یادشون اومد، بعد برگردن رکوع کنن و ادامه نماز، بعد سجده سهو به جا میارن بعد از اتمام نماز. اگر بعد از سجده دوم یادشون اومد، اون نماز دیگه باطله و باید از اول نماز رو بخونن. بله. اگر روزه باشیم، از خواب بیدار شیم و بفهمیم که جنوب شدیم، حکم روزه چیست و تکلیف چیست؟ اینکه کسی در خواب در حالت روزه جنوب بشه، اون جنابت باعث بطلان روزه نیست. فقط در وقتی که ایشون میخوان نماز بخونن، دیگه واجبه برشون که برای نماز غسل کنن، غسل جنابت کنن. بله. درود بی پایان، خسته نباشید، کفاره شکستن قسم چیست؟ شکستن قسم کفارش اینه که 10 تا فقیر رو یا باید طعام بدن یا بپوشونن، مثلا لباسی چیزی براشون بگیرن. اگر براشون مقدور نیست، حالا مثلا از نظر مادی دستشون تنگه نمیتونن، در همین حد هم 3 روز باید روزه بگیرن. بله. سلام، تکلیف نماز کسانی که در کشتی یا قطار هستن برای نماز خواندن و رو به قبله بودن چگونه است؟ اگر طوریه که میشه مثلا در وقتی نماز بخونیم که کشتی متوقفه، قطار متوقفه، قطار اصلا وای میسه برای مثلا، حالا در کشورهای اسلامی که وای میسه، حالا علی کل حال اگر مقدوره در اوقاتی که قطار وایساده، حالا یا وایساده پیاده میشیم نمازخونه جایی هست یا نه وایساده همون تو خود قطار دیگه تکون نداره دیگه، جهت قبله رو پیدا میکنیم نماز میخونیم، یا کشتی همینطور. اگر نه خب دیگه حالا باید همون در حرکت نماز میخونیم و دیگه حالا باید حواسمون باشه
وقتی اگه قطار مثلا پیچید که یا کشتی پیچید که جهت قبله تغییر کرد، باید ما هم به هر حال جهتمون رو تغییر بدیم به سمت قبله. بله. هنگام نماز ظهر اگر نماز صبح همان قضا شده باشد جایز است اول نماز ظهر بخوانیم؟ هنگام نماز ظهر نماز صبح قضا شده به هر حال جایز که هست، اما بهتر اینه که اول اون نمازی که قضا شده رو بخونن بعد نماز، حالا مثلا صبح قضا شده بخونن بعد ظهرشون رو بخونن. هرچند اگر حالا اول ظهر هم خوندن بعد صبح رو، قضای صبح هم ایرادی نداره، اما افضل اینه، بهتر اینه. سلام، رقصیدن دور از چشم نامحرم چه حکمی دارد؟ رقصیدن حرامه مگر زوجین برای هم، اونم بدون موسیقی های حرام. آیا به پولی که برای ازدواج پسنداز کرده ایم خمس تعلق میگیرد؟ برحال هر پولی اگر که تا سر سال خرج در معونه نشده باشه خمس تعلق میگیره، هرچند پسنداز برای ازدواج یا هر کار دیگه ای که باشه. ابتدا بر تقلید از میت جایز است؟ ابتدا نه دیگه، بقاء بر تقلید جایزه که همون هم احسن و بهتر اینه که انسان مرجع حی داشته باشه، اما خب حالا بنا به هر دلیلی بخواد به مرجع قبلیش بمونه، بعضی از آقایون مراجع این اجازه رو میدن که بقاء بر تقلید میت در همون احکام گذشته، احکامی که جدید حکم جدیدیه بعد به این جدیده رجوع کنه، اما ابتداءن به میت نه، جایز نیست. بله. کمتر از دو دقیقه فرصت داریم این سوال رو بپرسم که آیا فروش داروهایی که تاریخ مصرف آن گذشته ولی استفاده از آنها ضرری ندارد جایز است؟ ببین این اگر که ضرر داره ضامنه، یعنی یه وقت هست که این تاریخ زدن، حالا یه تاریخی زدن، این دارو بیش از این تاریخ چیز داره، سلامت داره، این ایرادی نداره، اما این کاری خورده شبهناکی، یعنی اگر استفاده شد و اثر سوی روی فرد گذاشت این شخص آره ضامنه. بله، خیلی ممنونم، متشکرم. چقدر فرصت داریم؟ یک دقیقه. خب تشکر میکنم از شما جناب استاد و دعای فرج رو میخونیم طبق روزهای قبل انشاءالله که فرجی بشه و این بلا دفع بشه از همه شیعیان و محبین اهل بیت علیهم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. در فناه امیر المؤمنین باشید یا علی، خدا نگهدارت. آنچه از حکم خدا شود به هر نکته ایام، میدهد طریق بندگی به بندگان نشان. شرح توزیغ مسائل است و شیوه عمل، از کلام مرجعیت این سخن